پیشمرگه‌های کرد که نیروی نظامی اقلیم کردستان عراقند، تنها قوایی است که در برابر پیکارجویان داعش یا دولت اسلامی مقاومت کردند. رئیس شورای امنیت اقلیم کردستان عراق نیز میگوید سوریه خط مقدم مبارزه با تروریسم بود، اما اهمال و سستی جامعه بین الملل باعث شد تا عراق به صورت جبهه اصلی مقابله با آنان درآید. These are people that are not going to die in battles in Iraq and Syria. اینها آدم‌هایی هستند که در جنگ در عراق و سوریه کشته نخواهند شد. بسیاری از آنها به کشورهایشان مراجعت می‌کنند و به صورت رهبران یا عاملان تروریستی در خواهند آمد که واقعا ممکن است تهدید بسیار بزرگتری برای کشورهایشان باشند. مقابله همه جهانیان با تروریسم گریزناپذیر است، اما دنیا حق انتخاب دارد. یا باید به اینجا بیاید و با تروریسم مبارزه کند، یا صبر کنند تا این افراد به کشورهایشان بازگردند و آنجا با آنها مقابله کنند. در دهه گذشته آمریکا ارتش عراق را با تقریبا 1 میلیون پرسنل و با هزینه حدود 25 میلیارد دلار بازسازی کرد، اما تقریبا 2 ماه پیش واحدهایی از این نیرو از برابر پیکارجویان داعش فرار کرده و بخش وسیعی از شمال عراق را به افراطیون واگذار کردند. ISIS now has a lot of modern هم‌اکنون داعش تعداد زیادی تجهیزات مدرن نظامی در اختیار دارد و پیشمرگه ها هم برای مقابله باید ابزار و ادوات زیادی دریافت کنند. فکر می کنم آمریکا و جامعه بین الملل باید در این مورد احساس مسئولیت کنند. آنها برای کمک به افرادی که از جانشان برای حفاظت از غیر نظامی ها مایه گذاشتند مسئولیت اخلاقی دارند. آقای بارزانی امیدوار است که پیشمرگه ها بتوانند ثبات و امنیت در کردستان را حفظ کنند، اما تاکید می کند که هنوز به درخواستش برای کمک نظامی پاسخ داده نشده است. با آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی گفتگو کرده ایم، اما هیچ اقدام عملی برای کمک به پیشمرگه به ویژه در جبهه نظامی انجام نشده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند برای مبارزه با پیکارجویان داعش قبایل میانه روتر سنی را دعوت به همکاری کرده‌اند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.